On behalf of the General Assembly, I have the honor to welcome to the United Nations His Excellency Hassan Rouhani, President of the Islamic Republic of Iran, and we invite him to address the Assembly. Bismillahir Rahim. Alhamdulillah. و و علی رسول الله و آله و صحبه آقای رئیس انتخاب شایسته جناب عالی به ریاست هفتاد و چهارمین نشست سالانه مجمع عمومی ملل متحد رو تبریک میگویم و برای جنابالی و دبیر کل محترم آرزوی توفیق دارم در آغاز سخن مایلم با گرامی داشت نهزت آزادی خواهانه حسین ابن علی علیه السلام به همه حق طلبانی که با تحمل همه سختی ها برای احقاق حقوق خود مبارزه می کنند و به روان همه شهدای مظلوم بمباران ها و اقدامات تروریستی در یمن، سوریه، فلسطین اشغالی، افغانستان، عراق، و دیگر کشورهای جهان درود بفرستم خانمها آقایان خاور میانه در آتش جنگ خونریزی تجاوزگری اشغالگری تعصبات مذهبی و فرقی و افراطی گرایی می سوزد و بزرگترین قربانی چون این شرایطی ملت مظلوم فلسطین است تبعیز تصاحب زمینها، شهرکسازی و کشتار همچنان ادامه دارد ترهای تحمیلی آمریکایی سهیونیستی مانند معامله غرن، تعیین بیت المقدس به عنوان پایتخت رژیم صهیونیستی و الحاق بلندی های جولان به دیگر سرزمین های اشغالی قطعا محکوم به شکست است برعکس طرحهای ویرانگر آمریکا کمک ها و همکاری های منطقی و بین المللی جمهوری اسلامی ایران در حوزه تأمین امنیت و مقابله با تروریزم بسیار تعیین کننده بوده است نمونه های بارز آن همکاری با روسیه و ترکیه در چارچوب روند آستانه در مورد بحران سوریه ارائه طرح صلح برای بحران یمن و همکاری فعال با نمایندگان دبیر کل سازمان ملل متحد گفتگوهای سازنده با چهار کشور اروپایی و تلاش فعال برای تسهیل مذاکرات صلح میان طرفهای یمنی است که منجر به موافقت نامه صلح استکهلم در خصوص بندر هدیده گردید حضار محترم من از کشوری می آیم که از یک سال و نیم پیش در برابر بیرحمان ترین تروریزم اقتصادی استادگی کرده و از حق استقلال و توسعه علمی و فناوری خود دفاع کرده است دولت آمریکا با اعمال تحریم‌های فرامرزی و تهدید دیگر ملت‌ها تلاش کرده ایران را از مزایای حضور در اقتصاد جهانی محروم کند و با سوء استفاده از نظام بانکی به راهزنی بین المللی دست زده است ما ایرانیان پیشگام ملتهای منطقه در نهزتهای آزادی خواهی بوده ایم و همواره برای خود و همسایگانمون صلح و پیشرفت خواسته ایم و هرگز در برابر تهاجم و تحمیل خارجی تسلیم نشده ایم. ما نمی توانیم دعوت به مذاکره کسانی را باور کنیم که اعلام می کنند سخت تحریم های تاریخ را علیه کرامت و معیشت ملتمان اعمال کردند چگونه میتوان باور کرد که جنایت و فشار بر زندگی 83 میلیون ایرانی به ویژه زنان و کودکان برای دولت مردان آمریکایی امری خوشایند و موجب افتخار تلقی شود و استفاده از تحریم علیه تیفی از کشورها همچون ایران، ونزوئلا، کوبا، چین و روسیه به یک اعتیاد دائمی تبدیل شده باشد. ملت ایران هرگز این جنایتها و این جنایتکاران را نفراموش می کند و نه بخشد. خانم ها آقایان دولت کنونی آمریکا روی کردش نسبت به برجام نه تنها نقض قدنامه 2231 بلکه تجاوز به حاکمیت و استقلال سیاسی و اقتصادی کلیه کشورهای جهان است ایران با وجود خروج آمریکا از برجام تا مدت یک سال همچنان نسبت به اجرای تمامی تعهدات هسته خود وفق برجام وفادار بوده است ما به احترام قطنامه شورای امنیت به اروپا فرصت دادیم تا به تعهدات یازدهگانه خود برای جبران خروج آمریکا عمل کند ولی متاسفانه فقط حرفهای زیبایی شنیدیم و شاهد اقدام مؤثری نبودیم اینک بر همگان ثابت شده که آمریکا به تعهدات خود پشت میکند و اروپا از اجرای تعهداتش ناتوان است ما حتی در اجرای بندهای 26 و 36 برجام راه برد گام به گام را در پیش گرفتیم و هنوز هم بر عهد خود به برجام برجامانده ایم اما صبر ایران هم حدی دارد وقتی آمریکا قطنامه سازمان ملل متحد را حرمت نمیگذارد وقتی اروپا ناتوانی خود را به نمایش میگذارد تنها راه تکیه بر عزت غرور و اقتدار ملی خودمان است ما را به مذاکره میخوانند در حالی که خود از مذاکره گریزانند ما با همین دولت فعلی آمریکا بر سر میز پنج به اضافه یک در گفتگو بودیم اما اونها بر عهد سلف خیش خط بطلان کشیدن من به نمایندگی از ملت و کشورم اعلام می کنم که پاسخ ما به مذاکره تحت تحریم نمی باشد دولت و ملت ایران یک سال و نیم زیر شدید ترین تحریم ها استقامت کرده است و هرگز با دشمنی که می خواهد با سلاح فقر و فشار و تحریم ایران را به تسلیم وادار کند مذاکره نخواهد کرد اگر پاسخ آری از ما میخواهید خواهید همانطور که رهبر معظم انقلاب اعلام کرده اند تنها راه برای گفتگو بازگشت به تعهدات است اگر هم نسبت به اسم برجام حساسیت دارید به رسم آن بازگردید ولا به و اقل به چارچوب قطنامه 22 شورای امنیت متحد شوید تحریم ها را متوقف کنید تا راه گفتگو باز شود من به روشنی می گویم اگر به حد اقل ها قانع هستید ما هم به حد اقل بسنده می کنیم برجام حد اقل بود چه برای شما و چه برای ما اما اگر بیشتر می خواهید باید بیشتر هم بدهید اگر بر سر حرف خود هستید که فقط یک خواسته از ایران دارید و آن عدم ساخت و بهرهگیری از سلاح هستی است این امر با نظارت آژانس و بالاتر با فتفای رهبری حاصل است فقط کافی است به جای نمایش مذاکره به واقعیت مذاکره بازگردید عکس یادگاری آخرین ایستگاه مذاکره است و نه اولین ایستگاه آن خانمها آقایان ما در ایران به رغم همه سنگندازی های دولت آمریکا به حرکت در مسیر رشد و سازندگی اقتصاد و جامعه ایران ادامه داده ایم و می دهیم. اقتصاد ایران در سال 2017 بالاترین نرخ رشد اقتصادی در جهان را همراه با کاهش مستمر نرخ تورم تجربه کرد و امروز هم علا رغم التهابات ناشی از عوامل خارجی در یک سال و نیم گذشته بار دیگر به مسیر رشد و ثبات بازگشته است رشد تولید ناخالص داخلی ایران بدون نفت در ماهای اخیر مجددا مثبت شده و تراز تجاری کشور همچنان مثبت است حضار محترم دکترین امنیتی جمهوری اسلامی ایران حفظ صلح و ثبات در خلیج فارس و تامین آزادی و امنیت کشتیرانی در تنگه هرمز است حوادث اخیر این امنیت را به شکل جدی در خطر قرار داده است امنیت و صلح در خلیج فارس دریای عمان و تنگه هرمز را با مشارکت کشورهای این منطقه می توان تأمین کرد و جریان آزاد نفت و سایر منابع انرژی را تضمین نمود به شرط آنکه امنیت را چتری فراگیر در همه حوزه برای تمامی کشورها بدانیم به مسئولیت تاریخی کشورم در حفظ امنیت صلح، صبات و پیشرفت در منطقه خلیج فارس و تنگه هرمز همه کشورهایی که از تحولات خلیج فارس و تنگه هرمز متأثر میشوند را به اطلاف امید حب یعنی ابتکار صلح هرمز هرمز پیس اندو دعوت می کنم هدف اعتلاف و امید ارتقای صلح صبات پیشرفت و رفاه کلیه ساکنان حوزه تنگه هرمز و تفاهم متقابل و روابط سلحامیز و دوستانه میان آنان است. این ابتکار حوزه‌های مختلف همکاری مانند تأمین همگانی امنیت انرژی، آزادی کشتیرانی و انتقال آزادانه نفت و سایر منابع نسبت به کشورهای حوزه تنگه هرمز و فراتر از آن را دربر میگیرد. اطلاف امید بر پایه اصول مهمی همچون پایبندی به اهداف و اصول ملل متحد احترام متقابل منافع متقابل جایگاه برابر گفتگو و تفاهم احترام به حاکمیت و تمامیت ارزی خدش ناپذیری مرزهای بین المللی حل و فصل مسالمت آمیز همه اختلافات و از همه مهمتر دو اصل بنیادین عدم تجاوز و عدم دخالت در امور داخلی یکدیگر قرار دارد حضور سازمان ملل متحد برای ایجاد یک چتر بین المللی در حمایت از اعتلاف امید نیز امری ضروری است وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران جزئیات بیشتری از ائتلاف امید را به اطلاع کشورها خواهد رساند خانمها و آقایان تشکیل هر گونه ائتلاف امنیتی تحت هر عنوان در منطقه با محوریت و فرماندهی نیروهای خارجی مستاق بارز مداخله در امور منطقه است رویکرد امنیتی سازی دریانوردی در تناقض با حق دریانوردی آزاد و حق توسعه و همچنین باعث تشدید تنش و پیچیده تر شدن شرایط است و صلح امنیت و ثبات منطقه را تهدید می کند. امنیت منطقه ما با خروج نظامیان آمریکا تأمین می شود و نه با سلاح و مداخله آنان آمریکا پس از هجده سال نتوانست اقدامات تروریستی را کاهش دهد اما جمهوری اسلامی ایران فتنه داعش را به کمک ملت ها و دولت های همسایه خاتمه داد راه حل نهایی صلح و امنیت خاور میانه دموکراسی در داخل و دیپلماسی در خارج است امنیت را نمی توان خرید و توسط دولت های خارجی تأمین کرد صلح و امنیت و استقلال همسایگان ما صلح و امنیت و استقلال خود ماست آمریکا همسایه ما نیست این جمهوری اسلامی ایران است که همسایه شماست و از دیرباز به همه ما آموختند که اول همسایه اونگا خانه الجار سمت دار در روز واقعه ما و شما تنها میمانیم ما با هم همساییم و نه با آمریکا آمریکا اینجاست نه در خاور میانه آمریکا وکیل هیچ ملتی و کفیل هیچ دولتی نیست هیچ دولتی به دولت دیگر وکالت نمیدهد و کفالت خیش را به او نمی سپارد اگر امروز شعله های آتش یمن تا هجاز هم زبان کشیده است باید آتش از فروز را جست و تنبیه کرد نه اینکه بی را آماج تهمت و کینه‌ها قرار داد امنیت عربستان با پایان دادن تجاوز به یمن حاصل می شود نه با دعوت از بیگانگان ما حاضریم برای صلح از همه توان ملی و اعتبار منطقی و اقتدار بین المللی خیش مایه بگذاریم راه حل صلح در جزیره العرب امنیت در خلیج فارس و ثبات در خاورمیانه را باید در درون خاورمیانه جستجو کرد و نه در بیرون آن مسائل منطقه ما بزرگتر از آن است که آمریکا از عهده آن براید دولتی که نتوانسته حتی مسئله افغانستان عراق و سوریه را حل کند و بانی اصلی افراطیگری طالبانیگری و داعشیگری بوده است هرگز قادر به حل معضلات پیچیده تر امروز نخواهد بود همکاران گرامی منطقه ما بر لبه پرتگاه ایستاده است تا جایی که تنها یک اشتباه میتواند آتشی بزرگ را برافروزد ما دخالت تحریک آمیز بیگانگان را تحمل نمی کنیم و به هر گونه تعرض به امنیت و تمامیت ارضی خیش قاطعانه پاسخ خواهیم داد اما راه جایگزین و مطلوب ما همبستگی میان همه ملت‌های دارای منافع مشترک در خلیج فارس و منطقه هرمز است این پیام ملت ایران است بیایید به جای سرمایه گذاری در جنگ و خشونت بر روی امید به یک آینده بهتر سرمایه گذاری کنیم به عدالت برگردیم به صلح به قانون به عهد و پیمان برگردیم و بالاخره به میز مذاکره بازگردیم از توجه همه شما متشکرم